much fun than us. شاهدیم بر طلوع آفتاب ضیابخش بی کسوف، ماه فروغ افزای بی خسوف، مالک ملک عجم، وارث دیهیم جم، جمال سلطنت و سلاطین، قیاس مملکت و مسلمین، دارا دستگاه سکندر پیشگاه، فریدون فرهنگ افلاطون انتباه، هوشنگ درایت بهرام سپاه، سلطان ابن سلطان ابن سلطان، خاقان ابن خاقان ابن خاقان، ابوالفتوح قبله عالم، ناصرالدین شاه. در حضور پرنور شخص شخیص قبله عالم، حکم معدوم شدن شیر محمد استخرآبادی، ابواب جمعی قراول خانه همایونی و خواجه موسوم به نوروز خان که وجوب قتلشان با ادله محکم به ثبوت و اثبات رسیده، به موقع اجرا گذاشته می شود. در فقره قتل کنیز تازه در گذشته موسوم به گلندام، از خدمتگزاران حرمسرای همایونی اقاریری از متهمین به دست آمده که نشان می دهد این قراول قبیح سگال با معاضدت این خواجه کریه خصال، مرحومه مذکوره را از ارگ سلطانی کوچ داده است. این ملعون پس از اطفای قرایز شهوانی و شیطانی، به جهت ترسی که به جانش می افتد، کار کنیز بینوا را یک سره می کند. جناب همایون، این مرد که قرار امروز همراه این خواجه کیفر ببینه هم لباس ماست. این میرغضب هم که دستش لرزید هم لباس ماست. ما قراول‌ها بین خودمون عهدی داریم، عهدی قدیمی، برای اینکه هیچ وقت روی همدیگه تیغ نکشیم. قراول روی قراول تیغ نمیکشه، درسته؟ درسته. برادرکشی خلاف عهد دیرین ماست، درسته؟ درسته. ما برادرکش نیستیم، درسته؟ درسته. ولی حکم خاقان، حکم خاقانه، حکمی که بالاتر از تمام عهدها و پیمان هاست. عذرخواهم رفیق، اما اینجا ملک سلطانه، حساب و کتاب همه چیز هم با قدر قدرت دورانه. شیر مادر تلالت
نمیبینی مگه؟ اوستا کلی کار ریخته سرم. نوبرم که باختی آقا سیاوش. فکر نمی کنی وقتش رسیده لونگ بندازی به این که زورت به خدیجه تجریش نمیرسه؟ خشخری به علکی رو ننداز شیرین سنم. هنوز که نباختم. ای رو تو برم. خفه نشی سیاوش، مسخره بازی در نیار. بیا بیرون میچایا. سیاوش، سیاوش، سیاوش جان، سیاوش. باختی خدیجه خانم، باختی. برو بابا، من اول پول کردم. بردن با دقلبازی قبول نیستش که. یالا بگو باختم. تیکه جرزنی نداشتیم دختر روسا. نمیگی باختم نه؟ میخوای بزنی؟ میدونی که میزنم. نمیزنی؟ میزنم. دلت بمیره. میزنم. آه 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 آه. اینو ببین، برای هرچی سنگ فرون مرد و مازار جفتک انداز و لعنت، لعنت به هرچی آدم فضولی که یکیش فرضی فضوله. هر 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 مار هر جای کج بره طولونش راست میره. منم همینی که هستم به شما چه مربوطه؟ به شما اینجا رد میشدم سنگ میپرونی به مردم چیکی باجی ها؟ حرف اضافه موقوف و فرضی. یه بار دیگه ببینم این دوروبر داری فوزولی میکنی، خشتکتو میکشم رو سرتا. با تو بینم تو فعلا خشتک بنداز رو بند خوش بشه. اسقرا شیطوری میگه برم شخل فخلش کنم. خیلی خوب حالا تو هم، اینو خدا زده. میگم سیاوش نره با آقا جونم بگه. خوب رو بگه آقا جونت. میاد از من میپرسه داستان چیه، منم میگم همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. چرا حفظ کردی؟ چطور؟ کار من شب تا صبح بود دیگه. از کیه؟ اینو جناب سعدی بر من تو گفته. در این سنبله فرخنده فال میمنت مشهون که جمیع رعایای مملکت
الحمدلله در کمال سلامت و امنیت به دعاگویی برای دوام سلطنت مشغولند. نوکران دولت و دربار شرف حضور دارند تا شرح امور خطیر مملکت و خدمات کثیره دولت را به عرض مبارک همایونی برسانند. در مرتبه مقدم و اولا صدر اعظم دولت علیه ایران امیر تومان و امیر نویان صاحب نشان تمثال همایون از نوع درجه اول، جناب ارفع امجد اشرف، عالی جناب میرزا آقا خان نوری. سلام بر سلطان کیوان وقار گردون اقتدار، سلیمان زمان، کیخسرو دوران. شرح خدمات چاکران این دولت علیه. اول، افتتاح مدرسه علوم جدید موسوم به مدرسه مبارک دارالفنون. دوم، مرتب کردن ترتیبات چندین صنعت بابرکت از قبیل تصفیه شکر، قندسازی، بلورسازی، کاغذسازی و نساجی. سوم، استخدام معلمین فنون نظامی اتریشی به جهت کارخانه اسلحه سازی و توپ سازی. چهارم، جسارت این چاکر رو ببخشی جناب صدر اعظم، اما بیراه نرفته باشم وجود مبارک همایونی خواهان استماع خدمات جنابالی هستن، نه صدر اعظم مرحوم. تذکر جناب عزیز خان مکری بسیار به جا بود. خیال می کردیم این مجلس به جهت استماع اقدامات از زمان شروع صدارت شما برقرار شد، اما به ذکر مواردی پرداختید که مقدمات اکثر اونها در زمان صدر اعظم پیشین مهیا شده بود. البته ما به حسن رأی و تدبیر شما وثوق کامل داریم جناب نوری، برای همین لقب شخص اول مملکت رو به شما اعطا کردیم. اما خوش داریم در نوبت بعدی که شرف حضور داشتید ما رو از اقدامات خودتون مطلع کنید. خداوند روح تمام رفتگان این خاک علل خصوص میرزا تقی خان امیر کبیر رو قرین رحمت بدار. آمین. عهد امیر کبیر تمام شد آقایان، ببینیم شما در عهد خود با این مملکت چه میکنید. گذاشتی ولی به دل یخ گذاشتی. روزش که بشه میبینی آفتابه شخص اول مملکت چقدر آب ور میداره. مکری مکار، باش تا صبح دولتت بدمد جناب آقا خان نوری. انشالله که میدمد. انشالله. تو خودتی علی خان، از اون روزی که به دستور شاه رگ دست امیر نظام رو زدم یه شب خواب راحت ندارم. تو مأموری و معذور، زیاده داری به خودت سخت میگیری. تو منجی تاج و تخت شدی، امیر خطرناک شده بود. برو از امشب راحت بگیر، بخواب راحت آسوده بخواب. سلام خوبی؟ آره بخلی بگیری. چیو بگیرم؟ میدارم اینجوری مخونه داره خوب میشه. یوسف خاص من نیا. یوسف خود زهره ما خود کار میکنه. منو نگفتم مقاومت نکن. تو به من خندید. آفاندیس باد کرد. ببین یه دقیقه لعقل بذار این نفس بکشه. باد پیش میره ها.
برای اولین بار آدم باش. تو بودی؟ میگه مزه نفرون این همه سکوت کنی. استاد میشه اون یکی آهنگ بخونی؟ دوست دار. انگلیسی میخوام بخونم. یه خواهش بکنی. من میتونم. چی میتونی؟ جهان پر از سگ است. آب آب آب. چه خیر؟ نام نام نام. سیدی خوشگلی، سیدی دلبری، ناز برکتا. چه صحبت میگی من کیکم مونده. بالش رجبی خیلی جلو. حواست جان. خوشم اومد ازت. جوکر این هفته رو از دست ندی. دهن فرضی فوزول گلاب میگفت این دختر جنون مردم آزاری داره. خفه خفه تو خجالت نمیکشی این وقت روز به جای کار چرت چرچری میزنی؟ زهر مار. پس این همه چوب و درخت آقا داداش شما تبرکش کرده؟ بعدشم داشتم خواب چشای تو رو میگیرم. خوبه حالا بگو ببینم مشقاتو نوشتی؟ میبینی که چقدر سرم شلوغه. بهونه نیار، زیر قول و قرارت هم نزن. نوشتی یا نه؟ شما تکلیف کردی، چاکرت هم اجابت دیگه. اون دعوات هم و قلم هم کاغذم بغلش. دست درد نکنه، چقدرم گشتن کنی. فقط وقت کم بود کم نوشتم. چرا وقت نشد؟ لنگ ظهره. کار داشتم. این چیه؟ اینجوری مشق می نویسن سیاوش؟ سعدیو چرا با سات نوشتی؟ سیاوش 4 خط نوشتی 10 تا غلط داری. نوبره والا. از دلار رو ببین، اینقدر خوب خط می نویسه همین روزا ساکبش امرون ببره مستوفیش کنه. تو چی؟ خودت بی سواد می مونی. من بی سوادم؟ من خوندم بلدم خدیجه، خوبم بلدم. نوشتنم بده که چش، اونم انقدر می نویسم تو یاد بگیرم. سعدی قلم به سختی رفته است و نیکبختی. پس هرچه پیشت آید گردن به نه غذا را. کاری داره؟ قرار شد هم حفظ کنی این غزل و هم از روش کتابت کنی. خدیجه من چه به شیراز سعدی شیرازی؟ من همون دو خط شعری هم که حفظ کردم به خاطر دل تو بود. بعدشم کسی که هر روزی روی ماهو می بینه باید بروازوشو قلمبر کنی که یه وقت کسی جرأت نکنه علی به دختر اوستاش چپ نگاه کنه. میگم تو که انقدر قشنگ زبون میریزی خب یاد بگیر قشنگم خط بنویسی دیگه. بسر دقلکار. دقلکار بهتر از فراموشکاره. گیرم هیچ چیز شرط هیچ چیز نیست. آی گفتی آی گفتی. ببین خدیجه این ورور جادو هم فهمید تو چی جونوری هستی. بفرما ننه آشوب. چیه خدیجه؟ نگو که ازش میترسی. این بنده خدا که کاری به کاری کسی نداره. بعدشم تو وقتی من هستم از هیچ چی نمیترسی. فهمیدی؟ سیاوش من چند شب پیش خواب خیلی بد دیدم. خیر باشه. خدیجه! خدیجه! چی شده گلنسا؟ خدیجه کت خدا مامور آورده در خونه واسه خراج. خراج؟ این وقت سال؟ ای بابا من هرچی میگم شما باز حرف خودتو میذارید. حرف من روشنه کت خدا. آستین کهنه و دست نداری. امسال نصف کشت اهالی رو تگرد باطل کرد. خب
پول پرچیناشونو ندارن بدن. ما به اونا مهلت دادیم، حالا شما برای ما فرجی بگیر از اینها که میشه اونا؟ من مأمورم و معذور، امروز باید وصول بشه. این سربازار حاکم فرستاده، آدم من نیستن. ببینن استنکاف میکنین خون به پا میکنن. سلام آقا جون. سلام. چی شده اینا چرا لشکر کشیدن؟ چیزی نیست دخترم، شما برو داخل. آخه کت خدا جان، آقا اصلا نیازی به خون و خونریزی و سرباز و لشکرکشی نیستش. آقا شما میگی چقدر شده ما هم تقدیمت میکنیم. باغتونو که تگک زده. بله. زراعت هم که ندارین بگم گندم و آرد بدیم مثل بقیه. اما کسب و کار نجاریتون برقراره. نه آقا چه برقراری؟ خیلی خوب، این نوبه سه اشرفی بدین تا بعد ببینیم چی میشه. سه اشرفی؟ خب اینه دیگه. البته به نظر من همچین خیلی هم زیاد نیست. چی خیلی زیاد نیست؟ من کل دار رو ندارم و شاهی جمع بزنم و جخ بشه چهار اشرفی. آقا جون شما فعلا خراج رو بده، خرجی رو خدا میرسونه. آقا بالاخره حکومت هم خرج داره. آخه این بنده خدام که مقصر نیست، یعنی باید جوابگو باشه، هم برای جناب نایب هم برای حاکم شمرون. اصلا نندلی، این پسر تو ماشالله آدم چیز فهمیه. بله بله، خیلی همه چیز فهمه. خیلی خوب، خدا برکت بده. درسته. بله خداحافظ. خدا نگهدارتون. بریم. سلام و بارم خدمت جناب نایب برسونیم. عرض اخلاص برادرها. اوه کت خدا، گرد خاک اومد. عقور خیلی کت خدا، از روستای ما چقدر خراج گرفتی؟ حضوریش به تو نیومده. سیاوش، سه اشرفی دادن شهر نشه. چی؟ سه اشرفی؟ اوستا قفس مرغی های ما رو 2010 شبه ما دستموز میده و شما از یه نجار سه اشرفی خراج میگیری؟ میگم حل شده دیگه، برو داخل. چی حل شده؟ اصلا وایسی دیگه. خراج حکومت به تو هم هیچ ربطی نداره. کت خدا خیالت سربازای حاکم شمرون تا قیوم قیومت اینجا میمونه؟ بالاخره اینا که یه روز میرن، تو میمونی و مردم کوهسار. مگه خون کردم بهت داری اینطوری نسخ میکشی؟ گفتم که فضولیش به تو نیومده. اصلا تو مگه اهل این دهی؟ پنج سنگی آواره. من داری؟ بله. اینا میبندی یا بدم ببندنش؟ سیاوش بابا جوز. بسه، برگرد سر کارت. آره تو برو سر کارت، برادرم خسته شدن. شما هم بفرمایید. بفرما. برو، همه چی رو داری خراب می‌کنی. کت خدا. جسارته. ببخشید دوستا. ولی سگو می‌بندن نه آدمو. تو که اسمت روت مشتی. اسمت کت خداست. با گرگ دنبه می‌خوری، با چوپون گریه می‌کنی. راست گفتی، من اصلا سگم، من اصلا از سگ کمترم. ولی می‌دونی سگ هزار بار شرف داره به کفدار. سیاوش چشم واسه هرچی دوستان بگه. چشم ببخش دوستان. دست را بالا اومد. اشتباه فهمیدی پسر جان. اینجا حرف آخر را کت خدا میزنه. میگی نه؟ خب برگرد نگاه کن. سیاوش بفرمید. آخوش میگم آقا جو. بله. اگه یه وقت کت خدا بره همه ماجرا رو واسه حاکم شمرون تعریف کنه چی؟ چیزی نمیشه، پیش خواسته نخور.
آخه اگه کت خدا دهن واکنه خبر به گوش حکومتی ها برسه دیگه مستوفیگری آتیه که هیچ. همون میرزا بنویسیم که نقدن قولشو به هم داده بودن اونم میشه هیچی به هیچی. آخه چه حرفی بود که این سیاوش زد؟ چه کاری بود که این پسر کرد؟ خدا وکیلی آقا جون تو این مدتی که این پیش ما بوده جز دردسر واسه ما چیزی داشته؟ از همون 7 سالگی که توی پنج سنگ دیدمش و تازه یتیم صغیر شده بود تا به امروز که تو داری بدیشو میگی من جز خوبی هیچی ازش ندیدم. خوبی؟ بله که خوبی. از همون روز اول تا به امروز دو مقابل من کار میکنه. زانوی ادبشو که توی زورخونه زمین میزنه با بازوی ستبرش هم که توی بیشه داره تبر میزنه. اینه او جوانی های خودم یادش بخیر. دست شما درد نکنه آقا جان. دست شما درد نکنه. جلوی پسر خودت داری یه بچه مردم تعریف میکنی؟ خواهی این حرفا به گوشه این پسر برسی که دیگه خدا رو هم بنده نیست؟ در ضمن موضوع باشین یه وقت خدیجه از این حرفا چیزی نشنبه. خوشون من فکر میکنم همین الانش هم یه خبرهای بینشون هست. پروا داری از شاگرد خونه زاد؟ سیاوش عین برادر برای خواهرات. اگه تو گوش تلخی و سر تو کتابه تقصیر سیاوش نیست، قصور خودته. ببین دریاب خواهراتو، حسودی هم نکن. ملک زاده کجاست؟ قربان ملک زاده خاتون با حال آشفته رفت پشته بود. چرا مانعش نشدی؟ من قربان عفو فرمایید. یه تار مو از سر خواهر من کم شد سر روی تنت نمیذارم. خناس این روزا هیچ گلی به شاه دوغ نمیشه قربان. ملک زاده ملک زاده، خواهرم ملک زاده. جلو نیا. ننداز خودتو ملک زاده. به روح میرزا تقی قسم میکنم، به جان اون دو طفل معصوم. تا حتی به من فرصت ندادی که ببینم امیرم قبل از من. قاتل هستم. گفتم جلو نیا. ولی منم عزادارم این تو. بلاحت من بود و سعایت غیر. شوهرم بود خوش غیرم. شوهر خواهرت، وزیر کشورت، امیر لشکرت، امیر کبیر و هشتی تو ناصر. داغ ننگ زدم به پیشونی خودم و ایل قاجار.
خاک رسوایی ریختم سر شاه و دولت و دربار. خاکم به دهن که لب وا کردم خواهرم. بشکنه دستم که خط نوشت. تو بگو من چه کنم. بگو قبل پریدنت که اگه نگی به روح خودش قسم میپرم بعد تو. به خیالت چون شاهم انتحار نمی کنم. شاه بمونم که چی بشه؟ کجا رو بگیرم با این تخت و بخت شوم؟ قابل سقوطی که من کردم این که چیزی نیست، ارتفاعی نیست. من بی خواهر میشم، این مملکت بی پدر. بسم الله ملک زاده، بسم الله. ناصر، ملک زاده، دیدی مادر، بد کردیم با میرزا تقی. کاش هیچ وقت شاه نبودم. کاش پسرت رعیتی هیزم شکن بود. این همه سال پسر به دندون نگرفتم که رعیت بشه و هیزم شکن. کم خونه دل خوردم از دست پدرت که اون نابرادر سیق زادت و نایب السلطنه کرده بود. کم وایستادم جلوی خدیجه مکاره که تاجتو ندزده برای پسرش. میدونی اگه هیزم شکن میشدی کی شاه میشد؟ عباس میرزای نایب السلطنه. کی مهد اولیا میشد؟ خدیجه خانوم مکار و سلطنه. بعد از مرگ پدرت تو فاصله همون چند هفته که باید خودتو جمع جور میکردی که از تبریز بیای تهران، اگر من مادرت این مملکت رو اداره نمیکردم دیگه حالا نه از تاک نشانی بود نه از تاک نشان. اگه دست روی دست میذاشتیم که میرزا تقی تاج تو بدزده براشون خوب بود؟ خیلی وقت خوب و بدم و گم کردم مادر. چرا به جای اون پسره ملعون و مادر افریتش میرزا تقی رو کشتیم؟ چون دلش با اونا بود. چون خام سوگلی پدرت خدیجه و اون پسر جلقش بود. چون تاج و تختت به خطر افتاده بود. ما قاتل امیر نیستیم پسرم. خدیجه و پسرش امیر رو کشتن. میرزا تقی همون روزی مرد که توی قم طرف برادر ناتنی تو گرفت و مانع هلاکت مادر و پسر شد به بهانه این که به مصلحت تاج و تخت نیست. ولی خدا میدونه در باطن چه نقشه شومی در سرش بود. بس دیگه مادر، اینا فکر و خیالاتی که تو ذهن توه و عده ای از قماش میرزا آخان. خدا میدونه، خدا میدونه از لحظه ای که حکم قتلش رو مهر کردم روزم افسوسه و شبم کابوس. اجالتم میخوام تنها باشم. بله پسرم، بهتر تنها باشی. ولی به حرفای مادرت بیشتر فکر کن.
چطور تو که بالا آورده فهم که دوتا از مالیات بگیره حکومت تو های چیزی هم داره که ما باتش پال آزاد مالیات بگیر شاگرد نجار آدم که عاشق باشه از شاه مملکت هم داره طرفی به من نیشو دادم. نیومد دستالله کارایی میکنه داشت دستالله خراج رو که گرفتن سیاوش هم که زدن دیگه خدمت حاکم رفته چیکار زندگی برای رعیت جماعت بدون رضایت حاکم که زندگی نمیشه اونم حاکم شمرون که خون میچه که هستی بیداش شایش که سایه خداست روی زمین ها اینقدر جبروت نداره که این حاکم تازه به دنیا رسیده سلام آقا سلام پدرامه همون جسه خورسنده دیگه اجالت بکش تو زن داری بچه داری میری سر خوار من همون میاری خواهر چقدر تو خری شمالی ملو فقط میخوام بکنش تو صندوق همین این خون بابا شد برو دنباله میخوابونم این زمین دوتا قمر رو برمیدارم با این سنتور میزنم واسه چی به من معرفی شدی؟ واسه چی؟ برو خجالت بکش نیسان آبی تموم شد؟ عرض دیگه این نیست سلام علیکم سلام بابا سلام چی یا روبا؟ چی شد دستالله؟ چی میخواستی به شما داره من؟ یک ساعت تموم داشتم چاپلوسی نایبو میکردم آخرشم هیچی به هیچی با خفت انداختنم بیرون هرچی رشته بودم پنبه شد برگشته جلو رو خودم به پیشکارش میگه تا به حال هیچ کس از ده کوهسار مستوفی نشده من بعد اینم نمیشه شاید کوهسار سلغونو گفته کوهسار تجریش تحت امرشه مادر جان چیکار به سلغون داره منو داشت میگفت دیگه مگه اینکه خواب مستوفی گریبه هرچی مقدر باشه همون میشه بابا قصه نخور مقدر چی آقا جان تقدیر یه چیزه، تقصیر یه چیز دیگه است. کجا مقدر بوده که ما با کت خدا در بیافتیم؟ کجا مقدر بوده که این سیاوش خریت بکنه، جفتک بندازه من بدبخت مجروح بشم؟ استالله. آه. خب بشنوه مادر من. آقا جون من اصلا نمیفهمم شما چرا اینقدر لیلی به لالا این پسره میذاری؟ استالله. بیا بشین شروطه بخور اینقدر قر نزن. گلنسا. برو بیار دستمو بشورم من سیر شدم. چشم منم سیر شدم با اجازه آقا جون بفرما کم بالاخا نداره این عزیز بی جهت آخرش ما نفهمیدیم اینجا خونه پدر منه یا پدر اون استالله پیشی یه بچه یتی میخواد پدر پدر نکن پدر سوده گناه داره استالله از کی تو اینقدر بی ملاحظه شدی؟ من بی ملاحظه شدم؟ یکی دیگه هار شده پاچه کت خدا رو گرفته اون وقت من بی ملاحظه
نه خیر آقا جون، اونه که بی ملاحظه است، بی سواد، بی رسمه. آقا آخه یکی نیست به این بگه آقا جان پنج سنگ کجا، اینجا کجا؟ ننه پیر مریضشو ول کرده اومده اینجا که چی بشه؟ که بشه سوهان روح من؟ که بشه مانع پیشرفت و ترقی من؟ لا 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 لا. احضار فرموده بودید قربان. فردا شکار نمیریم. بله قربان. نمیپرسی چرا؟ چه سوالی؟ امر همایون مطاعه، هر وقت و هر جا. آخر تمام نامه هاش می نوشت امر همایونی مطاع. یادت سر؟ بله یادمه، خدا رحمت کنه میرزا تقیو. از وقتی خط نوشتم به علی خان حاجب که بره کاشان دیگه دستم به قلم نمیره، نه برای خط نوشتن نه برای نقاشی و این قسم هنرها. شکار قربان، یحتمل شکار سردماغتون میکنه. دوشان تپه رو قرق کردیم، پلک بزنید اردو میزنیم در شکارگاه سلطنتی. شکارگاه سلطنتی، شکار سلطنتی، کار و بار سلطنتی، مساله سلطنتی. خستم سلمان، دلم رهایی میخواد، دلم خلاصی میخواد، بی قید و بند و تشریفات. امر همایونی مطاعه، فقط لب تر کنید. فقط من و تو مبدل میریم که معطل نشیم مثل دو رعیت. کدام ناحیه مد نظر همایونیه؟ حوالی شمیران، شنیدم اون اطراف پرنده زیاده. همینطوره قربان، به خصوص حد فاصله ده تجریش تا کوهسار. از تاج و تخت و رخت و بخت همایونی خستم. میخوام بدونم بدون قوش و تازی، بدون قراول و قیقاج، بدون شکارچی باشی و کبکبه و دبدبه چند مرد حلاجم. از نظر جان نثار شما بدون رخت شاهی هم بهترین شکارچی دارالخلافه اید. Thank you.
خیر باشه. چالو تو رو کردی چرا؟ خیر و شرش رو نمیدونم. یه خوبی بدی بود. حلال کمان دارم میرم. کجا؟ یعنی چی کجا؟ میرم یه جایی که جام باشه. برمیگردم وره دل بیبی معصومم. ولی نشنیدی از سلطه دیشب چی میگفت؟ من پنج سنگی هم اینجا هم که پنج سنگی سرست. شاید هم به جز بیبی معصومه یک کس دیگه ای هم چشم به راهته که اینجوری سینه صاف کردی واسه رفتن. چی داری میگی خدیجه؟ ببین منو، سیاوش پنج سنگی که تو هفت آسمون دو تا ستاره بیشتر نداره. ببین منو، که یکیش توی، یکیش همون بیبی معصومه که دلم قد ارزن شده واسه خنداش. میری که پیشش بمونی؟ میخوام برم که سامون بگیرم. بس هرچی تنش نیدم از داشه دستول، بس هرچی یال قزموندم از ترس آقا جونت. بس فکراتو کردی لابد دیگه، میدونی میخوای چی کار کنی. آره میدونم میخوام چی کار کنم. سیاوش تو جدی جدی میخوای بذاری بری؟ آره میخوام برم. میخوام برم پنج سنگ دست ننه بزرگ ناخوشمو بگیرم. بیام خواسته کارید. چی؟ خواسته کاری سیاوش؟ داری شوخی میکنی با هم؟ زنم میشی دیگه. آره سیاوش، سیاوش باید عجله کنی، باید زودتر بری وگرنه به شب میخوری. پنج سنگ خیلی دوره نه؟ آره آره خیلی دوره. بذار آره بذار یه دقیقه وایسا. چشاتو ببند. چیو؟ ببند. دستتو بیار جلو. باز نکنی ها. حالا باز کن. چقدر قشنگه این خدیجه. چرم همدان خودم درستش کردم. پس این همونی بود که هر سری زیر رختت قایم میکردی؟ به همه فکرها و حرفای قشنگی که تمام این مدت قایم کرده بودی در به جمع دیگه. سیاوش سلام منم به بیبی معصومه برسون. آقا خودت باشی. باشه باشه. آراستی خدیجه، خدیجه جان خدیجه. از بچگی چشه دنبالش بود. منم نگرش داشتم واسه یه همچی روزی. هر موقع دلت برام تنگ شد نیت کن به چرخ. میدونم خاطرمو میخوای خدیجه، فقط میخوام اینو بدونی که من دو مقابل بیشتر. خوش دردی خاطر خواهی. خوش درد. کجا بودی سلمان؟
قبله ی عالم، این دوتا قرقاولی که زده بود این جای پرت و دوری افتاده بود. به گمانم بیشتر از دو قرقاول بودن. همینطوره قبله ی عالم، اگر رخصت بدید میرم پی لاشه هاشون. بسیار خوب، منم این اطراف رو میگردم پی شکار. هی الله. تو دیگه از کجا پیدات شد با این دک و پوزت؟ سلام جیران. از کوچه بگذرم به خیابان بریز ما دزدیده از خلای و پنهان ز خشم شاه. در این شب سیاه آنگونه عاشقم که اگر در از کوچه بگذرم به خیابان بریز ما سوار است دامنت در شیشه های رنگی بنا
چشم خمار خفته شمس الاماره را از کوچه بگذران به خیابان بریز مار.